سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه پروژه که داشتیم انجام میدادیم و رسیدیم به این قسمت. میخوایم تمام یوزرها رو تو این صفحه بتونیم ببینیم. الان داره یه دیتا دیگه نشون میده، بریم اینو درستش بکنیم با هم دیگه و چقدر اطلاعات یوزرها رو ما تو این جدول داشته باشیم به جای اینکه حالا الان داره اطلاعات پست رو نشون میده. خب بیام توی view all user، اینو درست کردیم، بیایم اینجا. طبیعتا اولین کاری که باید بکنیم که باید بره جدول users رو بخونه، بعد اینو میذارم select users، این هم میشه این. خب این میشه user id، بعدی میشه یوزرنیم، یوزر پسورد. طبیعتا پسورد رو قرار است نشون بدیم به آن، ولی خب فقط میخوام بیاریم اشتالا بعد هماش کار داریم. یوزر فرست نیم، یوزر لاست نیم، یوزر ایمیل، یوزر ایمیج، و در آخر هم یوزر رول. خب دونه دونه اینا رو بعد این بر کپی کنیم. اطلاعات رو گرفتیم، حالا بریم این پایین نشون بدیم. اینجا خب اینجا یوزر آیدی رو باید نشون بدیم، یوزر نیم رو اینجا نشون بدیم، یوزر فرست نیم، یوزر لاست نیم. خب بعد یوزر ایمیل، یکی دیگه کپی کنیم، یه دوتا میذارم ببینم که لست نیم رو نشون دادیم، ایمیل هم که نشون دادیم، چیزی فکر نکنم مونده باشه که بخوایم نشون بدیم. این هم دیگه نیاز نداریم، اینجا این هم کامنت میکنم. بعد کامنت دیت هم نیاز نیست، این دوتا رو بذار بردارم. پس فقط آیدی و یوزر نیم و فرست نیم و لاست نیم رو نشون بدیم. اون سه تا دکمه هم فعلا باشه چون بعدا باهاش کار داریم. یوزر رول هم نشون بدیم. این هم خوبه دیگه، یه چکش بکنی فقط. خب یا ایروری داده، میگه که آن دیفان اره که یوزر رول کامنت آیدی نا رو مونده هنوز، به خاطر اینا میگه. خب یوزر رول رو میگه نشناخت، پس این چی اینجا گذاشتم؟ یوزر رول بود یا رول بود؟ رول بود نه یوزر رول. این از این، فعلا این هم میکنم یوزر آیدی که ارور ندیاد. خیلی اوکیه، این دیت هم بریم ورداریم دیگه از اون بالا، از اینجا این دیت هم ورداریم.
خوبه کلا، بزن ردیفم براش نظرم اوکی. خیلی خوب، این تا اینجا قضیه باشه. بریم بیام جلسه ازی، میخوایم پنل اضافه کردن یوزر رو درست بکنیم. فعلا خدافظ.